دیروز تا صحبت از اهالی فینیتو میشد، کت خدا آقا اینطوری ازشون یاد میکردندی. این کرکس ها، این خس و خاشاک ها، این زباله ها، این عوامل روستاهای شرق و غرب، این اختشاشگران، اینا اهالی فینیتو نیستن. اهالی فینیتو همون هان که سر سفره کت خدان. بله، اما همین که قرارداد سرسام جرواجر شد، به ناگهان کت خدا فاز عوض کرد. ببرمایید تناول کنیدندی. فینیتو که فقط متعلق به ما نیست، فینیتو متعلق به همه اهالی روستاست. باید در برابر دشمن اتحاد داشته باشیم. کت خدا آقا، میشه من یه لقمه از این جوجه کباب بخورم؟ جوجه کباب؟ والا اون مال مدافعان امامزاده روستای بغلیه. نه والا، ما از مدافعان امامزاده نیستیم. باشه، پس از اون چلو کباب سلطانیه بشقاب برمیدارم. والا مال اعضای مجلس ترشیدگان فینیتوه. شما از اعضای مجلس ترشیدگانی؟ نه والا، پس یه قاشق قیمه بردارندمی. اون هم مال آقازاده هاست. شما آقازاده ای؟ نه بابا، آقازاده هم نیستم. من یه کشاورز عادی هم. یه نون و ماست که میتونم بخورم. مگه خودت نگفتندی که این سفره مال همه اهالی روستاست؟ این سفره کت خداست. اشتباه اومدی عمو. تو باید بری کلبه بغلی سر سفره صدور اندیشه های کت خدا. اونجا نون و ماس هست، همه چی میدن، شربت شهادت هم میدهندی. برو حاجی، برو اونجا، برات بهتره. ببین چه مرغی به دندون میکشه. ای کارت به اون شکمت بخورن. آقا پاشین جمع کنیم این سفره کت خدا رو، الان مارم میخوره این.